سلام دوستان خب تو این جلسه میخوایم نمودار جعبه ای رو توی داده هم ترسیم کنیم توی اکسل خب گفتیم که ما داده هم رو از گمرک استخراج کردیم اونا رو از بزرگ به کوچیک مرتب کردیم و هم کم، کمترین مقدار رو بیشترین مقدارش هم اینجا نوشتیم من اینجا می کمترین مقدار داده ها بیشترین مقدار داده ها خب حالا واسه اینکه من بتونم نمودار جعبه این رو ایجاد بکنم ترسیم بکنم نیاز داشتم که سه تا مقدار رو به دست بیارم مقدار چارک اول مقدار چارک دوم مقدار چارک سوم چارک دوم که گفتیم همون میانه هستش درسته بریم از استفاده کنیم یکی از فرمول های آماری اکسل تهیه چارک افرادی که با فرمول نویسی تو اکسل آشنا نیستن حالا ما تو جلسه قبل یه فرمول نوشتیم با مساوی شروع میشه و فرمولمون رو اسم فرمول یا تابعی که میخوایم استفاده کنیم رو اینجا مینویسیم مثل ماکسیمو ماکس این رنج به اینا میگن آرگومانت یا ورودی تابه به این رنجی که الان دادم یا آرگومانته خب بریم حالا واسه مقدار چارک اول چجوری به دست بیاریم دوستان وقتی که میخوایم فرمول رو تو اکسل پیدا کنیم بریم تو قسمت فرمول ها اینجا فرمول رو طبقه بندی کرده ما انا یه فرمول آماری میخوایم این فرمول مالی این لاجیکال واسه تکست تایم لوکاپ ریاضیات هستش یه دونه مور فانکشنز داره اگه اینو بزنید تو قسمت مور فانکشنز قسمت آماری یعنی تمامی توابع آماری که تو اکسل تعریف شده اینجا وجود داره ما دنبال چی هستیم؟ کوارتایل کوارتایل در واقع چی رو به ما میده؟ چارک رو میده نام انگلیسیش اکثر این اسمایی که اینجا قرار داره با معنی هستن مثلا اوریج یعنی میانگین اوریج ایفینا رو حالا بعدا اگه خورد کار میکنه ما الان در واقع فرمولایی که نیاز داریم رو هر کدوم نشون میدیم روی بقیه تمرکز نمی کنم چون پراکندگی واسه شما ایجاد میکنه پس میریم الان دنبال یه فرمولی میگردیم که کوارتال رو حساب کنه اگر نمیدونین بعد اینجا وایستین و توضیحی که الان اینجا میبینین رو تو این قسمت مشاهده کنین خب اینجا الان توضیحش آورده و میتونین بخونین خب اینا رو ما میدونیم که نیستن میدونیم که کوارتایل اسم انگلیسیشه و باید نزدیکترین اسم به کوارتایل یا کوانتایل باشه کانتایل هم میشه چندک پس میام پایین دنبال اینا به ترتیب حروف الفا هستن توی کیو باید بگردم دنبالش میام تا کیو پایین ببینم چه چیزایی اینجا هم دارم نگاه مثلا مدین همون میانه هستش من میتونم واسه چارک دوم از این فرمول استفاده کنم خب ولی الان فعلا چارک اول رو میخوام این پرسنتایل هستش همون صدکه اگه توجه کنیم پرسنتایل EXC و پرسنتال INC حالا من توی چارکم هم چون همین مشابه است اونجا تعریف میکنمش میام پایین میرسم به کوارتال دو تا فرمول واسه کوارتال وجود داره کوارتال دات EXC returns the quartile of the data set based on the percentile values from 0 to 1 exclusive یعنی چی Exclusive؟ این یک واسه اکسکلوسیوه اینجا هم همون توضیحاتو داره خب همون توضیحات داره اینکلوسیو اینکلوسیو یعنی شامل بشه اکسکلوسیو یعنی شامل نشه ما میخوایم شامل بشه چرا چون کوچیکتر مساوی داریم پس اینکلوسیو رو بعد استفاده کنم اگر روی تابه بزنم اینجا تابه منو میندازه و یه باکسی رو باز میکنه که میگه آرگومانت های من رو وارد کن آرگومانت ها همون ورودی ها هستن خب array یعنی یک آرایه یعنی یک لیست یعنی یک مجموعی از سلول ها و داده ها رو به من بده خب اینجا هم توضیح داده میگی این آرایه یک رنج سلولی از اعداد از مقادیر عددی هست یعنی باید عدد باشن که شما میخواید کارتایلشون رو به دست بیارید قبل اینکه من این فرمول رو بنویسم من یادم رفت از کوچیک به بزرگ سورتش کنم این فرمول خودش سورت میکنه بعد اینو به دست میاره پس نیازی هم نیست من اینجا سورت کنم اوکی پس تفاوتی نداره خب های ما ستون ب هستش اگه این رو انتخاب بکنم اینجا میزنه از B تا B از این بالا انتخاب کردم یعنی کل ستون ب ولی من میدونم ستون ب من خالی خیلیاش من جدولم اون رو میخوام باز چی اصلا از جدول استفاده کردم چون از قابلیت داده یاش بتونم استفاده کنم اگه بیاین اینجا این تیکه اینطوری شد رو بگیرین یعنی از این بالا نگیرین که اینجوری است بیاین پایین بگیرین یکم یک پایین تر خب میبینین که تیتر جدول رو نگرفته از اونجا به پایین رو گرفته و اینجا نوشته تیبل یک ارزش دلاری یعنی سرستون ارزش دلاری توی جدول یک جدول یک از کجا اومده اسم این جدول هست که حالا بعد این فرمول یادتون... یادم باشه بهتون نشون بدم پس اسم جدول کروش باز کروش بسته اسم ستونی که میخوام واسه جدولی هستش حالت جدولی کوارتایل میگه کوارتایل چندو کارت چندوم رو میخوای چارک چندوم رو میخوای اگه صفر رو بدی مینیموم رو به دست میاره اگه یک رو بدی چارک یک رو به دست میاره اگه دو رو بدی همون مدین رو به دست میاره و چارک سوم و ماکسیموم ولیو چارک چارا این ماکسیموم مینیمومه همون یک و نیم برابر IQR هستش فاصله بین چارکی است که حساب میکنه با در واقع اصلشون همین ستا هست که چارک اول چارک دوم و چارک سوم. خب من اینجا الان چارک اول رو میخوام اینجا یک رو میزنم چون گفته اگه چارک اول رو میخوای یک رو بزن و اوکی میکنم اینجا چارک یک رو به من نشون میده حالا میام امتحان بکنیم ببینیم آیا واقعا حرفی که زدم درسته اگر جدولم رو از کوچیک به بزرگ سورت کنم متفاوت میشه اینجا نه از بزرگ به کوچیکه از کوچیک به بزرگ تغییرش میدم میبینیم که عددمون تغییر نکرد پس خود اون تابه اول میاد سرد میکنه تو حافظه و بعد این مقادیر رو به دست میاره از اون فرمولی که داشتیم خب بیایم چارک بعدی چارک دو رو حساب کنیم اگر از همین فرمول استفاده کنم اینجا کپی میکنم میذارمش اینجا و بیام این رو دو کنم این میشه چارک دوم من یعنی همون میانه میتونم از چه فرمولی استفاده کنم از فرمول مدین اگه اینجا تایپ کنم مدین رو واسه میاره اینجا هم یه روش دیگه ای واسه فرمول نوشتن سریع مدین رو میذارم پرانتز رو باز میکنه میگه خب اعدادی که میخوای مدین رو میانش رو حساب کنی به من بگو این همون آرایه هستش یعنی اگه من fx رو بذارم اینجا نامبر یک نامبر میتونم سلول سلول بهش بدم یا میتونم کل رنجم رو اینجا بندازم تفاوتی نداره به صورت پس من میام اینجا دوباره ستون بیم رو تیبل یک ارزش دلاریش رو انتخاب میکنم و اینتر میزنم میبینیم که میانه من رو با همون مقداری که دیده بودین به دست میارم گفتم تیبل یک اسمش از کجا اومده اگه برین روی تیبل کلیک کنین برین تو قسمت دیزاین اینجا تیبل نیمترون رو داده تیبل یک میتونین اسمش رو عوض کنین هر چیزی که خواستین فقط فاصله یا خط تیره نباید داشته باشه همون تیبل یک خوبه خب پس من الان چارک اول و چارک دوم به دست آوردم و چارک سومم رو هم به دست میارم میام اینجا مینویسم چارک سوم خب اینا که به دست آوردیم حالا میخوایم ازشون استفاده کنیم و نمودارمون رو بکشیم دیگه من اینا رو تبدیل میکنم به فارسی بالدشم هم میکنم آل بوردنم. خب این بیشترین و کمترین مقدار داده هاست یه چیز رو حساب کنیم با هم دیگه مینیموم مکسیمومه در واقع کارتایلیم رو جدولیم رو حساب کنم همونهایی که که 1.5 برابر بیشتر از چارک سوم و 1.5 برابر کمتر از چارک اول بود یعنی بیشترین مقدار چارک و کمترین مقدار چارک توی فرمول همونطور که خونده بودیم کافی از همین فرمول استفاده کنیم اینجا و این رو برابر با بیشترین مقدار برابر با چهار قرار بدیم که ماکسیمومش میبینیم با این متفاوته مکسیموم ولیو رو به دست آورد مکسیموم ولیو رو به دست آوردش این یک کنیم برابر کوارتایل نیستش من بعد فرمول باس باسش بنویسم پس در واقع می مساوی مساویه با گفتیم چطور به دست می اومد بیشترین مقدار چارک سوم به اضافه یک و نیم برابره یک و نیم داره چارک سوم منهای چارک اول خب اینا رو باید انتخاب بکنم پرانتز رو میبندم این الان میان چارکی من هستش آی درسته و اینتر میزنم این در واقع بیشترین مقدار چارکی من باید باشه و کمترین مقدار بین چارکی من چجوری میشه چارکی من چجوری میشه میشه ببخشید مساویه با Q1 این مقدار منهای یک و نیم برابر IQR یعنی Q3 منهای Q1 پرانتزه میبندم اینتر میکنم منفی داد وقتی که منفی بده در واقع باید صفر باشه چرا حالا تو نمودار بهتون نشون میدم منفیشو وره میدارم اینجا باید صفر بذاریم چون دیتا منفی نداریم میدونم ارزش دلاری منفی نمیشه چون میدونم میگم صفر میشه دیگه خب پس این الان در واقع مقادیری هستش که من باش میتونم نمودار جعبه ایم رو بکشم خب میزنم زیباشون کنیم بالشون بال کرده بودم خب نه هم وسط چین پس حالا بریم نمودارمون رو بکشیم نمودار رو چطور میتونیم بکشیم ببینین من با دست که نمیکشم الان بخوام اینا رو بذارم اکسل باید باست من نمودار بکشه اکسل توی قسمت اینزرت نمودارهایی که باسه من میکشه رو نشون میده خب من باید از روی این داده ها نمودار جعبه ایم رو بکشم پس میام این داده هام رو سلکت میکنم خب فقط از ستون رو. یعنی تیبل یک ستون ارزش, ارزش دلاری تو این نمودارهای مختلفی که اینجا هست این نمودار وسط اگه بیاین روش نوشته insert statistic چارت. اگه این رو بزنی دو تا چارت آماری به من داره نشون میده یه دونه هیستوگرام هست یه دونه باکس ان ویسکر نمودار هستش خب این یعنی همون نمودار ای، که واسه من میکشه اگه روش بزنم وقتی که دادام سلکت باشه این رو شناسایی میکنه و نمودار من رو ایجاد میکنه خب این الان نمودار من هستش آیا شبیه اون چیزی هست که دیدین؟ نه چرا؟ به خاطر اینکه حجم داده های من خیلی زیاد بوده و خیلی داده دور افتاده داشتن اینطوری داره نشون میده من اگه برم تو قسمت در واقع اینجا کلیک راست کنم روش بعد فرمت چارت رو بزنم توی این قسمت این اینجا رو اگه انتخاب بکنی بیاین توی قسمت سری یک سری یک همین سری هست که در واقع دیتا هم انتخاب کرده نوشته شو آتلایر پوینتس تیکش هم خورده این تیک رو وردارین در حال حاضر چون ما خیلی آتلایر داشتیم حالا دیگه نمود... نقاط دور افتاده من رو نشون نمیده اگه توجه کنین خود نمودار جعبه ای را نشون میده نمودار جعبه ای این نقطه پایینش بذارین یکم زوم کنم ببینین این نقطه افتاده بعد صفر همون زیروی... زیروی هست که اینجا داشتیم چون صفر نداره و مینیمومش در واقع 15 هستش این منفی دیگه نشون داده نمیشه تا صفر میره پس مینیمومش دیگه ما... میتونه تو ای صفر باشه و ماکسیمومی که به دست اومده این نقطه هستش نزدیک 9 میلیون دلار که همون 8 میلیون و 885 میلیونه حالا این داده ها رو من میخوام ببینم اگه بیاین تو قسمت اینو سلکت کنین بیاین تو قسمت دیزاینش تو قسمت کویک لایت دومیش رو انتخاب بکنین به چون تجمه داده بزرگ هستش طول میکشه تا فرمتش رو عوض کنه خب الان داده ها رو روی این داره نشون میده بذارید من یه عکس از این بگیرم که روش بتونیم توضیح بدیم خب اینجا من دیتا رو دارم این پونزه ای که اینجا میبینین این مینیموم ای که اشتباه نمیشم کمترین مقدار داده است نه بیشترین خب اینو رو کنین این دقیقا همون ماکسیموم جعبه ای من هستش نرفته این مقدار رو در بیاره این مقدار رو در برده بیشترین مقدار چارک که اومده اینجا این چیه؟ این میانگینه یعنی توجه داشته باشیم میانگینه دادای من اینجا افتاده که حالا بعدا بیشتر در موردش صحبت میکنیم در صورت که حجم اصلی دادای من اینجا وجود داره خب پس یعنی مینیموم بودش که برابر با اینه یا این میتونیم بگیم خب چون به صفر میرسه دیگه در واقع نتونسته و همون 15 رو گذاشته این همون میانه من هستش که کجا به دست آوردیم میانه رو چارک دوم این چارک اول هستش و این هم چارک سوم من پس این نمودار جعبه ای رو الان من به دست آوردم اینجا و اینجا بنویسم Q1 Q2 و Q3 اینم ماکسیموم و اینم مینیموم اینا رو هم یکم پاک کنم که خلوت بشه اینم میانگین من هستش میانگین رو با میو هم نشون میدم خب میدینم هم با ام برابر این نشون. خب این دیتا های من پس دیدیم که ما هم درست در ورده بودیم و نمودارش رو کشیدیم حالا چه کمکی به ما میکنه؟ دیدیم که ما نقاط دورافتاده افتاده زیاد داریم یک این که توی این داده ها من دنبال چی بودم دنبال محصولاتی بودم که واردات زیادی دارم در واقع اگر من از بذاریم اکس کاش خب در واقع اگر ما اینجا q رو در نظر بگیریم میدونم که سه چهار روم داده های من اینجا و فقط یک چهارم از دادای من این قسمت هستن از این قسمت به بالا یعنی اینجا قرار دارن خب این یک چهارم داده هایی که وجود دارن تو اینجا برای من اهمیت داره چرا اهمیت داره؟ به خاطر اینکه میدونم از اکثریت کالاها ارزش دلاری وارد شدهش بیشتره پس اون محصول خاصی که من دنبالشم توی این قسمت و بالاترشه یعنی توی نقاط آتلایر خب پس من باید از کیوسه به بالا داده رو بررسی بیشتری بکنم درسته پس میایم این قسمت از داده رو من باید جدا کنم و بررسی بیشتری بکنم و این قسمت از داده هام رو از بررسیم حذفش کنم این قسمت رو پس باید چی کار بکنم بیام 75 درصد از داده هام رو یعنی داده های بزرگ تر از Q3 را جدا کنم یعنی داده هایی که ایکس آی هایی که بزرگتر از کیو سه هستن خب من یک بار بعد این کار رو انجام بدم و دوباره نمودار جعبه ای بکشم که بتونم دادههام رو بررسی کنم پس تو جلسه بعد الان تو این جلسه ما تونستیم نمودار جعبه رو بکشیم تو جلسه بعد میایم این فیلتر کردن رو با هم دیگه انجام میدیم یعنی کاری میکنیم که دیت هایی که بزرگتر از کیوسه هستن رو بشناسیم و فیلترشون کنیم و بعد دوباره نمودار جعبه ای میکشیم و حالا اونجا شاید چون نمودار جعبه سریع تر میکشیم یه بررسی میکنیم و با فراوانی آشنا میشیم اگر البته طولانی شد شاید دو قسمتش کرد خب ممنونم از توجهی که داشتین امیدوارم مفید واقع شده باشه و از این استفاده کنیم. نمودار جعبه ای باسه شناخت اولیه داده ها خیلی کمک میتونه بهمون بکنه و بتونیم دیتامون رو مثل همین بررسی کردیم بهتر بشناسیم خدا نگهدار